سابقا رمان ها راجبش کمی فکر می کردم و در واقع دنبال یه اندیشه‌ای بودم برای نوشتن این رمان، یه ضرورتی حس می کردم. مثلا برج های خاموشی وقتی من نوشتم گفتم ما یه منطقه کویری هستیم و اینجا حبس و زندان هم یکی از چیزهای خطرناک جاری هست. رمان بزنم روی زندان که یه جای محدود است و کویر که یه جای وسیعه پهناوره و تضاد اینا و اینکه آزادی انسان در کدام از اینا شکل میگیره. بعد راجع به زندان با تمام آدمایی که در دو رژیم زندانی بودن رفتم صحبت کردم و اطلاعات فراوانی راجع به رمان جمع‌آوری کردم. راجع به کبیرم هر چی کتاب بود خواندم به فارسی. مثلا یک کتاب فقط 1000 صفحه سبنهدی نوشته بود خواندم که خیلی خوب بود، یکی از بهترین کتابایی بود که راجع به کبیر ایران یه سوئدی نوشته. شما فکر کنید از قطب حوالی قطب شمال بیاد و راجع به کویر ایران با چنان دقت این نوشته که اصلا خیلی از ماها نمیدونه کویر مثلا ده جهاش باران میاد چطوریه، واهی داره، بی‌نظیر بود. به هر حال با اطلاعات کافی و نقشه قبلی نوشتم. یا مثلا برای کتاب عبور از باغ قرمز که راجع به ایل هست، من گفتم ما ایرانی ها سه نوع زندگی داریم: زندگی روستایی، زندگی شهری، زندگی ایلیاتی. به زندگی ایلیاتی کمتر توجه شده، زندگی ایلی یا ایلیاتی. من چون رفته بودم با ساعدی و قاضی و اینا رفته بودم به چند بار توی ایل قشقایی، به زندگی اینا علاقه‌مند شدم و تقریبا راجع به ایلات هم مطالعه کردم و این رمان به اثر مطالعاتی راجع به زندگی ایلی اومده، چه قصه های افسانه های اینا، چه زندگی واقعیشان و چه چیزهایی که مردم راجع به اینا تصور میکنن یه جوری تو اون رمان اومده. مثلا یک چیز عجیبی بود که اونجایی که ما فلو خانی که مهمان بودیم، مثلا یه ناصر خان قشقایی اومد که خوب آدم معروف اون موقع بود و این خود این خان بچه‌هاش دختر و پسر همه تحصیل کرده بودن، لیسانس و دکترا حتی داشتن و از یه سنی بعد نابینا میشدن و من این نابینایی این بچه‌ها اینا رو به معنای نابینایی روشنفکران یه دوره‌ای گرفتم که نه گذشته رو خیلی خوب می‌شناسن نه آینده رو می‌توانن حدس بزنن و ناگزیر یه نوع نابینایی دارن. یا مثلا برای شهروندان وقتی که یه کشوری هست که یه آدمی وارد کشورش میشه ولی این کشور تسخیر شده به وسیله یه مش آدم ناشناس و این هویتی نداره، به دنبال هویت خودش میره که من کیم، یا دکترای حقوق گرفته از دانشگاه اومده اینجا، زن داره، بچه داشته، خانه درجه یک داشته، الان وکیل بوده، الان میگن تو هیچ چیز نیست، فقط یک شماره هستی، این دست ماست. تو موقعی میتوانی هویت داشته باشی که با ما کار کنی وگرنه هیچ چیز نیستی. خب مثلا این هویت قصبه که کشور به وسیله آدمهای بی علاقه به اون کشور یا قاصب مثلا و یا حالا مثلا چیز شب ملخ هم که راجع به چیز، یا یه فیلم یه چیز دیگه نوشتم به نام در این هوا که اون مثلا قبلا راجعش زیاد فکر نکرده بودم. یه خانومی هست که تدوینگره، بعد این بعضی از فیلم‌هایی که می‌سازه و قهرمانش زنه این خودش شبیه اونا می‌دونه، یعنی هم نوعی با اونا همسانی با اونا حس می‌کنه. و واقعیه. بله. این مصادره واقعی. اینا واقعی. بعد از یه جایی خب قالب آدم خودش با یه الگوی ذهنی مقایسه می‌کنه. اما این اگر شدید بشه تبدیل به یه بیماری خاصی میشه توی روانشناسی، روانکاوی، که خطرناکه که آدم میره تو جلد اون و دیگه نمیدونه از اون قالب وهمی درات بیرون. ماجرای اینه. اینا چیه بود که اتفاق افتاد. بعد از یه جایی به بعد دیگه من فکر کردم که بذاریم خود ناخودآگاه ما یه چیزی به ما بده. مثلا گفتن در اینه نگفتن یا در طبیله دنیا یا در ایالت نیشان، اینا دیگه هیچ وقت ایده خاصی نداشتم. چرا گاهی مثلا یه جمله یا یه تصویر یا یک
عبارت به ذهن من میامد که من وادار میکرد که به این موضوع بیشتر بیاندیشم. مثلا اینکه کودکان جهان را اداره میکنن یه چیزی بود که به ذهن من اومد، ولی خب اینکه چگونه حالا اداره میکنن بعدم پیش اومد. این از برکت توجه من به نقاشی اومده. در سابقه فرهنگ مردمی ایران، هنر مردمی ایران، کلاژ هست. مثلا چلتکه، این پارچه های دم قیچی باید میشن به همدیگه میچسبانن روی لحاف درست کن بهش بگن لحاف چلتیکه، یا ترسی مرسع کاری یا ترسی که مثلا روی غلاف شمشیر گوهر می نشاندن از یه جنس دیگه، یعنی جواهر روی چرم نشانده میشه، یه چیزی که از جنس اون قبلیه نیست، یه حاشیه‌ای است که روی متن دیگری سوار میشه، تکه چسبانی به قول معروف. و حتی توی شعر هم هست، مثلا تضمین کردن شعر یک نفر در بین توی شعر خود، این خودش یه نوع کلاژه، شعر رو برمی‌داری توی شعر خود می‌ذاری. در چیزای مختلف وجود داره. و یکی از و تاریخچه کلاژ در ایران تاریخچه خیلی قدیمی است، ولی چیزی که خیلی مهم است مال محمود خان سبا است. محمود خان سبا شما در موزه کاخ گلستان که تشریف ببرید، اونجا اهرام مصر آقای محمود خان سبا ساخته با خرده تمر، که شما نگاه میکنید اهرام سراسر ساخته، ولی میرید جلو میبینید که اینا خرده تمره. اینی که یه چیز غربی نیست. متاسفانه ما یه چیزایی داریم که مال خودمانه، ولی اهمیت نمیدیم یا نمیدانیم. بعد به محض اینکه از غرب میاد ناگهان کلاهمون از شادی پرت میکنه واسمان اگه کلاژ داشته باشیم. این کلاژ تو نقاشی خوب مرسوم است، هم تو نقاشی اروپایی هم تو نقاشی خودمان. و اگرچه نقاشان مدرن ما بیشتر از اروپایی‌ها گرفتن، از آدمی مثل پیکاسو اینا که یه تیکه روزنامه می‌چسبن روی تابلوش یا یه تیکه پارچه می‌چسبن، مثلا صادق تبریزی اومد تمام اسناد بداری که تحصیلیش چسبان روی تابلو نقاشی و وسط خطا، یا مثلا مارکو گریگوری اومد نون سنگک و دیزی آبگوش چسبان به چیز تابلوش. و خانم اعتمادی اومد عکس گرفت از تابلوهاش، بعد اینا رو چاپ کرد و این چاپ های اینا رو برش با قیچی برید به هم چسبان و تابلوهای خیلی یه نمایشگاه بزرگ گذاشت. اینا در واقع بر اساس کلاژ است. من فکرم تو ادبیات چرا ما نریم دقت کردم، دیدم که تنها کسی که به یاد آمد چوبکه. توی قصه سنگ صبور اونجا یه دفعه یه تیکه شاهنامه میاره و یه تیکه نمایشنامه میاره وسط یه رمان، و یه جاهایی هم نوعی مقاله وجود داره. برای اینا از جنس خود اون اثر نیست، ولی جنس دیگه است که ترسیع شده تو اون. البته مشکلی که این کار چوبک داشته اینه که اون تیکای کابرده اینقدر طولانیه که ناگهان حواس خواننده از متن اصلی پرت میشه. یکی از ظرایف کار این است که این تیکا باید خیلی کوتاه، حتی اکثر نصف صفحه یا مثلا ده خط اینا باشه که خود متن زیر تاثیر قرار نده. من تو دو تا رمان این مفصل کار کردم. در رمان های شب ملخ و لطفاً درب را ببندید کل اثر کلاژه، یعنی یه مش داستان های ظاهراً مجزا کنار هم دیگه هست در یک متنی، بعد وقتی تمام که میشه انگار یه بمب افتاده بوده وسط اینا و اینا پخش شروع بودن دوباره. اون بمب قبل از بمب آدم میبینه که اینا یک مجموعه هستن. این بهش میگن، من اسمش گذاشتم کل تیکه، یعنی کل این اثر از تیکه ها ساخته شده. ولی کلاژ به معنای دقیق ترش اونایی است که یه تیکه باشه که شما توی یه متن درازاهنگ جا بدید. توی رمان در طویله دنیا یا در رمان آخری ایالات نیست در جهان، من این تیکه ها را آوردم برای اینکه اینها بخشی از تاریخ و ادبیات بودن که کمک میکردن به درک بهتر اون فضایی که من دارم میسازم و یک بعد دیگه ای میدارم. مثلا توی در طویله دنیا یه جایی جنگ عراق و آمریکا هست که بغداد میگیرن اینا،
من در این حالی که گزارش‌های روزنامه‌های آمریکایی میارم، گزارش خودم میارم از فتح بغداد، گزارش روزنامه‌های آمریکایی میارم که چجوری با بمب و اینا موشک حمله کردن به اینا، و در این حال یه دفعه یه تیکه از تاریخ مغول میآوردم که هولاکو چجوری بغداد گرفته. یعنی این در واقع یه جوری میخواد به خواننده بگه که این امر تازه نیست، همواره به یک کشورهای حمله میشه. یه وقتی مغول حمله میکنه، یه وقتی آمریکا حمله میکنه، تو باید قوی باشی که بتوانی جلوی این ایلغارها بایستی. یا مثلا خود کل کتاب در طویله دنیا که بعداً به اسم در اینجا در ایران به اسم در این تیمارخانه چاپ شد، یه تیکه از احمد خضرویه من آوردم از تذکرت به اولیا که دوست دارم اینه بخوانم، دو ساعت بیشتر نیست، که نشان میده که چگونه یک متن قدیمی میتواند ناگهان یک فضای دقیق و درست به وجود بیاره که تو حرفای تو بهتر فهمیده بشه. چون همیشه من معتقدم اونها جادوگر سخن بودن، ماها نوآموز سخن هستیم. دست کم من اینجور دیگه نمیدارم. اونجا یه تیکه هست، احمد خضرویه عارف هست، میگه جمله خلق را دیدم که چون گاو و خر از یک آخر علف میخوردند. یکی گفت ای خواجه تو کجا بودی؟ آخه معمولا وقتی آدم میگه اونا گاو و خر بودن، میگه من نبودم جز اونا، ولی اون رند بوده گفته ای خواجه تو کجا بودی؟ گفت من نیز با ایشان بودم، اما فرقان بود که ایشان میخوردند و میخندیدند و برهم میجستند و میندانستند و من میخوردم و میگریستم و سر به زانو نهاده بودم و میدانستم. این حسب حال روشن فکر امروزیه. ده ها نمونه از این بهتر تو اون کتاب اومده. ولی خب مثلا این من مخصوصا این جدا نکردم از متن، خواستم توی متن باشه. یه آدمی که خوانده بود اصلا مترجم شد که اینا از یه متن دیگه اومده، گفته که یه چیزای ناگهان مجابی تو نسلت عوض شده. یه جوری گفتم آره راست میگه. حالا به هر حال خیلی کلاژ کمک میکنه، مثل اینکه شما وسط صحبتان یه شعری میارید و اون شعر حرف شما رو هم کامل میکنه هم دقیق‌تر میزنه. خب چه آدم نیاره؟ امر طبیعیه، کلاژ امر غیر طبیعی نیست. و من دیگه در کارهای کسان دیگه تقریبا کمتر دیدم که کلاژ به این صورت خیلی زیاد و مفصل آمده باشه. حالا اگه کسان هم آوردن من خبر ندارم. به هر حال کلاژ فقط شرطش این است که نباید در متن اختشاش به وجود بیاره، بلکه وقتی که پیکاسو میاد یه تیکه روزنامه رو میچسبانه به تابلوی رنگ روغنی خودش، این یه جوری با اون نسبت پیدا میکنه. کارهای من به طور کلی چه شعر، چه داستان، چه رمان و حتی طراحی، اینا اساسش مبتنی بر تخیله. یعنی نخست یک امر خیالی برای من مطرح میشه، یه فضای خیالی مطرح میشه. در اون فضای خیالی واقعیت از ابعاد مختلف نمایان میشه. حالا من تو شعر توضیح بیشتر میدم، ولی حالا اینجا این نکته میخوام خدمتتون بگم که تخیل و تفکر اینا اساس کار نوشتنه. یعنی بدون فکر و بدون تأملات نوشته آدم امر سطحی میشه و بدون خیال پردازی ابعاد وسیع‌تر و افق‌های تازه‌تر دیده نمیشن. واقعیت نگاری یا واقع نگاری یه جوری مشترک است با بقیه، ولی شما با تخیل میتوانید به اون یه رنگ و جلای خیلی بیشتر بدید. مثلا سپهری میاد تنه درخت میسازه، ولی این هم تنه درخت، هم گاهی یه جاهای دیوار، یه جاهایی یه حجمی است در برابر فضای خالی. یعنی یه دفعه همینجوری شناوره. این اون خاصیت چیز است، خاصیت تخیل است که
تخیل باعث شده که یه چیزی که همه میدیدن این از این اینه برداره و تبدیل به چیزای دیگه بکنه. و در هنر ایرانی به طور کلی خیالی سازی بسیار اهمیت داشته. مثلا یونانی ها اسب که میخواستن بسازن این اسب میتوانستن مجسمه شو بسازن یا نقاشی کنن. ایرانی ها اسبایی که کشتن اصلا به اسب بیرونی نمیمونه. برای اینکه هنرمند ایرانی میگه که من اسب باید توی ذهن خودم بسازم، یک اسب آرمانی و ایدئال، و اونه بعدم بکشم. تقلید اون چیزی که در بیرون هست به درد من نمیخوره. بازسازی و خلق مجدد اون برای من اهمیت داره. وگرنه ایرانی ها میدونستن این کارار تقلید کن. کما اینکه شما تو تخت جمشید که میبینید خب اون اسب و گاو و اینا چقدر دقیق مادی است و این واقعیته. بنابراین ولی خاصیت ایرانی ها بوده که بیشتر سوبژکتیویته براشون مطرح بوده، نه اون مادیت ظاهری. و این هنر ایرانی ها بوده که البته بعدن غربی ها هم توی از کوبیسم به بعد این ذهنی گرایی رو بهش توجه کردن، البته در ابعاد خودشان و متوجه با فرهنگ خودشان، نه که از ما گرفته باشن. ولی قرار اینه که این چیز کمی نبوده که مثلا پرسپکتیو برداشته بودن. اینا میدونستن پرسپکتیو چیه و من نمیتونستم فاصله ها رو ببینم، اما تو هندسه و معماری که اینا به کار بردن خب معلومه که چقدر اینا مسلط بودن به این قضایا. اما میخواستن یه دیدگاه خاصی داشتن، یه جهانبینی خاصی داشتن که اون جهانبینی رو میخواستن مطرح کنن. و نوع رنگگذاری ایرانی یه حساب کتابی داره که مثلا یه رنگهای سرد برای این آدم ها بکار بریم، رنگهای گرم برای این آدم ها بکار بریم. این همه اینا چیز داره، یک کدهایی داره و اینطور نیست که کاملا اتفاقی باشه. من در واقع از کسی هستم که شیفته زبان خودمان هستم، البته زبان دیگه هم نمیدونم، یک کمی عربی میدونم و یه وقتی هم یک کمی انگلیسی میدونستم که چند تا از رسالات دکتری می ترجمه کردم، ولی دیگه هیچ وقت ترجمه نکردم. ولی زبان برام خیلی اهمیت داره و تمام عمر سعی کردم زبان یاد بگیرم، یعنی از طریق خواندن متون قدیمی به طور مکرر و همیشگی. یعنی هر صبح مثلا بعضی وقتا شاهنامه میخوانم، بعضی وقتا بیشتر مولوی میخوانم. بعد مولوی یا سعدی به من میگه که زبان اینجوری هم میشه به کار برد و جای ضمیرا رو عوض کرد، فعلا رو عوض کرد، نحو جمله رو عوض کرد. و چون اون این کاری کرده و استاد زبان هست و صاحب زبان هست، من از اون یاد میگم. هر جا که یه جای گیر بکنم میبینم که مثلا بیهقی چجوری به این قضیه پرداخته. یا در واقع همیشه متنهای اونقدر متن خواندم که این دیگه تقریبا جزء ذهنیت من شده، پرداختن به این لغات. خب یه مدام لغات عربی اینا توی کار من هست و گاهی که میبینم این لغات عربی دیگه از اندازه معینشان زیادتر میشه، اینا رو برمیدم ترجمه میکنم به فارسی، یعنی تو متن تو ویراستاری بعدی ترجمه میکنم و سعی میکنم که نه حالا به صورت پارسی سرده، بلکه بیشتر بافتش فارسی باشه. و زبان یک امر بی‌منتهاست و کسانی که عاشق زبان هستن و استاد زبان هستن، مثلا شاملو در سن 70 سالگی من میگفت مجابی من کم کم دارم با زبان فارسی آشنایی بیشتری پیدا میکنم، یعنی این همه خوانده بود و این همه نوشته بود. یه چیز که بیکرانه هست و شما هر چقدر که بید توی زبان و واژه در اختیارتان باشه، به ازای این واژه ها مفاهیم هم در اختیار شما قرار میگیره. و گاهی مثلا برای یک مفهوم 10 واژه وجود داره، شما باید حس قوی داشته باشید که از تو این 10 اون دقیق ترین لغت برای اون مفهوم انتخاب بکنید. و این اون چیزیست که به نوشته معنی میده. چون به قول مارکز میگه تقریبا همه حرفا رو زدن، ما فقط نوع نگاه خودمان رو به قضایا داریم مطرح میکنیم. و این درسته، یعنی هیچ حرفی نیست که و مطلب مهمی نیست گفته نشه باشه، عشق و مرگ و زیستن و
سیاست و اخلاق و این قضیه همه گفتن. ما فقط روایت خودمان از اون میدیم. روایت ما از چه طریقه عملی میشه؟ از طریق زبان. و اگر ما هر چقدر نسبت به زبان مسلط تر باشیم، بهتر میتوانیم مطالب خودمان به دیگری انتقال بدیم، چون یکی از وظایف هنر انتقال به دیگری است. همونجوری که هر چقدر با رنگ شناسی بهتر داشته باشیم و تو خط مهارت داشته باشیم و کمپوزیشن و ریتم اینا رو بشناسیم، میدیم تابلو بهتری بسازیم و یه آدمی که استعداد داره و نقاش است یا تو موسیقی و اینا. بنابراین زبان هم اصل شعر در درجه اول، ولی در نسل هم همونقدر اهمیت داره. من در چندین نوع زبان رو به کار بردم. یکی زبان عامیانه روش یه مقدار کار کردم، روش زبان مردمی کار کردم که خوش یه شاخه‌ای هست که تو بعضی از دیالوگا باید استفاده کنید. بعد این خیلی دقیق این زبان محاوره آدم باید گوش خوبی داشته باشه که بتونه عین کلمات که مردم به کار میبرن به کار ببره که برای مخاطب جا بیفته. یکی نسل روزنامه‌ای و معمولی است که خب من سال‌ها تو روزنامه بودم، 10 سال تو روزنامه بودم و هر روز تقریبا مقاله نوشتم و چاپ کردم. بنابراین اون نسل معیار و روزنامه‌ای که یه نسل تمیز پاکیزه است، ولی دیگه شاعرانه یا مثلا ادیبانه نیست، یه چیزی که خیلی راحت منتقل می‌کنه. قبل از اینکه من برم روزنامه خیلی قلمبه سرلمبه صحبت می‌کردم و می‌نوشتم، برای اینکه اولا که لهجه قزوینی کمی اصلا ناهموار هست، گاهی هم انقدر همواره که انگار زیر قلتک مانده. و ولی تو روزنامه من یاد گرفتم که یعنی با مسئولی که صحبت میگم، مسئولی گفت خواهد شما تو روزنامه هستید برای مردم مینویسید، برای خودتان نمینویسید. اینه که تو باید یه جوری بنویسید که مردم هم بفهمن. چون اوائل من یه مدار ادیبانه مینوشتم اینا، یه روز من گفت که تو چرا اینا اینجوری مینویسید؟ گفتم منم حواسم نبود، گفتم من برای روشن فکران می نویسم. حواسم نبود که یعنی تو روشن فکر نیستی که نفهمیدی. اون فهمید، خیلی بسیار زیرک بود و هوشیار و رند. گفت بله، ما وقتی که تو خانه ما نشستیم و شعر بگیم و قصه می نویسیم برای خودمون می نویسیم، معلومه. ولی تو روزنامه کار میکنیم، برای مردم کار میکنیم. بعد این با توده کار کردن باید شما به زبان اونا نزدیک بشید. حالا البته این به معنی نیست که ما از یه نثر سطح پایین و نازل استفاده کنیم، نه. میشه نثر خوب پاکیزه فاخر داشت و در این حال ولی قادر باشه که مفاهیم انتقال بده. الان مثلا بسیار از نقدها رو من تو سینما میخوام یا تو نقاشی میخوام، یا رو فکر میکرده که داره یه چیزی منتقل میکنه ولی هیچی منتقل نشده، کلمات سر جاشون هستن ولی معنایی تو اینا جریان پیدا نمیکنه. معنا باید توی اثر جاری باشه و راحت. شما مثلا بدونید 50 صفحه کتاب راحت بخونید و اگر این جاری معانی و مفاهیم جاری نباشه تو الفاظ، الفاظ مثل سنگلاخ حالت سنگلاخی داره و یه صفحه میخونه بعد خسته میشه از این که ارتباط نمیده برقرار کنه. صفحه پنجم ششم رها میکنه دیگه، مخاطب امروزه هم بی‌حوصله است. بنابراین من هم با نثر روزنامه‌ای کار کردم، هم با نثر مردمی، زبان مردمی کار کردم و هم با زبان فاخر که زبانی که مثلا تو قابوسنامه هست، تو مرزبان‌نامه هست، توی بیهقی هست، تو شاهنامه هست، یه زبانی که یه مش لغات قدیمی هم توش هست و دوست دارم که مثلا اگر اعتراف می نویسم یه جا بعد اقرار می نویسم مثلا خستو هم بنویسم. حالا خستو اگه کسی هم ندانست که من اعتراف هست اصلا مشکلی به وجود نمیاد، چون اقرار رو اعتراف آوردم، حالا اون خستو هم آوردم، ولی اون بالاخره به چشمش می خوره که یک کلمه دیگه هم می توانه به جای اعتراف باشه. حالا البته در این قضیه افراد نباید کرد، برای اینکه خیلی خطرناکه. شما باید در همون زبان فاخرم مثلا کل مومیایی با این زبان نوشته شده، مثلا شروعش اینجوری که خدایگان کشته شد، مثلا بجایی که میگیم پادشاه کشته شد میگیم خدایگان کشته شد. خب خدایگان یه چیزی که الان دیگه نمیگن، ولی خدایگان لغتی است که در این حال هم به پادشاه مربوط میشه، هم به خدا مربوط میشه، هم رابطه پادشاه با خدا نشان میده. یه لغت، یه اسم دقیقه، یه اسم گسترش یابنده است. بعد وقتی که
رمان شروع میشه با خدایگان کشته شد، تو دیگه نمیای بقیهش با نسل معمولی ادامه بدی، ناگزیر با نسلی ادامه بدی که متناسب با اون باشه. گاهی دیگه دو صفحه رمان که آدم مینویسه اون به آدم میگه که تو برای این رمان چه نسلی باید انتخاب بکنی. غالبا خود نثر با و زبان نوشته با خود اثر با هم دیگه میاد تو ذهن آدم، ولی خب آدم باید میزان واژگانش فراوان باشه. غالب آدم ها که به زبان فارسی صحبت میکنن شاید مثلا با هزار تا لغت صحبت میکنن، ولی فکر من زبان فارسی بلدن، در حالی که خب دست کم یه نویسنده باید 10,000 لغت در ذهن داشته باشه تا بتوانه بازی کنه با اینا و یک رنگین کمانی از موسیقی الفاظ پدید بیاره. معمولا من چون تو روزه بودم هر جا که سفر می‌رفتم بعد سفر که برمیگشتم یک سفرنامه می‌نوشتم، ولی من دو تا سفر پی در پی رفتم که خیلی متضاد بود. راجب یکیشان نوشتم، راجب دیگری نتوانستم بنویسم که اشاره میکنه به سانسور روشنفکری. من رفتم مکه، دوست داشتم برم ببینم این مناسک و این مراسم بدوی که در اونجا هست این یعنی چی، 1,000,000 آدم توی یه جای جمع میشن و اصلا ما ندیدیم در جای دیگه که در دور تو زندگی ما ندیده بودم مثلا 1,000 نفر دور هم جمع بشن، چون میتینگ ها قدقن شده بودن. باید گفتم دوست دارم برم ببینم 1,000,000 آدم که دور هم جمع میشن این ارتباط این جمعیت چیه، اصلا چه اتفاقی میفته. علاوه من بودم حال آل احمد هم چی نوشته و خسی در میقات، من گفتم بریم یه تجربه شبیه اون داشته باشیم بدون اینکه حالا انگیزه های مذهبی باشه و اینا. بلند شدم رفتم، برگشتم یه سفرنامه نوشتم که چاپ شد. بلافاصله رفتم مسکو، از این پرستشگاه به پون پرستشگاه سوسیالیسم رفتم. 20 روزی دعوت شدیم با گروه سینماگران، جز اولین سفرهایی بود که می رفتن به فستیوال های مسکو اینا. رفتیم اونجا، فیلم های احمقانه که همش راجع به جنگ بود این حرفا نشان دادن و یه دونه فیلم قابل توجه نبود. این بود که ما بیشتر وقت کردیم که با هنرپیشه ها و از کارگردان صحبت کنیم، وگرنه خود فیلم ها دیدن نداشت. خب من وقتی برگشتم از اونجا خواستم سفرنامه خود رو بنویسم، متوجه شدم که این مسکویی که من دیدم، مردم بی لبخند، فحشاء زیرزمینی، دلالی روزمینی و بدبختی عمومی و خانه های تنگ و تاریک، من این رو بنویسم دوستان توده‌ای که اونجا رو بهشت دنیا میدنن میگن این یا از ساواک پول گرفته یا ساواک بهش پول داده، این راه دیگه در این ارتباط دیده نمیکن. نتوانستم بنویسم. این خیلی بده که شما به عنوان یه آدم میری یه جایی بخواد نظر خودت بگی. البته مثلا آقای بد دکتر بدی رفت نوشت یک بلایی سرش آوردن که اون سرش نمیدا. من گفتم خب میدونستم که چنین واکنشی روبرو خب برای که اونها خوششان که نمیدونم جا چه خبره و از طریق تبلیغات به این قضیه آشنا بودن. تبلیغات هم اونجا بهشت روی زمین نشان داده بود. مثلا وقتی که در انقلاب فرهنگی در چین شد، انقلاب فرهنگی عنوانش خیلی قشنگه، ولی این منقلب کردن فرهنگ بود. تمام استادای دانشگاه آوردن گفتن بعد تو مزارع کار کنید، مصطلا بشورید، نمیدونم طبیله ها رو پاک کنید، در این که مثلا غرور اینها از بین بره، اینها مردمی بشن. اینجوری نیست بابا، یارو استاد دانشگاه کارشونه، برای چه خواهد بیاد استاب تمیز کنه؟ گاهی بعضی از بهشت ها هستن که این بهشت ها کاغذی هن و حالا الان الکترونیکی شده این بهشت ها و سفرنامه در واقع دیگه من بعضی که نتوانستم بنویسم سفرنامه نویسی تقریبا گذاشتم کنار. دنیای ادبیات دنیای دیوانگان، آقا دنیای هنر و دنیای ادبیات به قول جلال همایی تعریف میکرد، میگفت که شاگردی بود خیلی از من سوال میکرد، بعد یه روزی از دم دانشگاه اومد تا در خانه، من هرچی میخواستم بگم که حالا دیگه بس دیگه این سوال، این هی ادامه میداد. بعد آخر شما دم درک هستید که استاد شما در یه جمله به من میگید که مثلا ادبیات یعنی چی؟ جلال میگه آقا دیوانگی.
او سر زنم گفت دیوانه ای. و واقعا چی ده؟ دنیای عشق و جنون و این قضایی هست و دنیاییست که شخص بایستی اصلا وابسته به اون دنیا باشه تا بدن تحمل کنه. هم دنیای بسیار شیرینیه، هم دنیای آزاردهنده، به دلیل اینکه شما رو از جامعه جدا میکنه. پس یکی از چیزایی که دنیای ادبیات داره این هست که شما باید خیلی مواظب خودتان باشید که یه آدم گوشه‌گیر نشید، برای اینکه شما در خلوت خودتان میشینید رمان مینویسید. این رمان یک سال دو سال طول میکشه. تو این یک سال دو سال معمولا شما بیرون نمیرید و میشینید و هر روز کار میکنید. و خب این اگر ادامه پیدا کنه و این آدم این عزلت ادامه بده، یه مشکلی از ذات ارتباطات اجتماعی پدید میاد. نه اینکه یک شاعر یا نویسنده یا نقاش یا موزیسین ضد اجتماع باشه، نه، غیر اجتماعی حتما هست، برای اینکه این از اجتماع کناره میگیره، اثر هنری و ادبیش میسازه و بعد عرضه میکنه به دیگران. ولی وقتی اونجا عرضه میکنه، یه بخشی بعد بیاد بیرون با مردم صحبت کنه، بازخورداش رو ببینه و دوباره خودش انباشته کنه از دانش عمومی و فرهنگ خودش و از حوادث مملکت، خودش دوباره بشینه برای کار دیگه. و معمولا بعضی از هنرمندای ما وقتی میرن تو اون عزلت، بعد دیگه مثل شهریار تو همون عزلت میمانن. و این دیگه کمی، یا مثلا خود هدایت، یعنی هدایت اونقدر وابسته به دنیای ادبی بود که در واقع دیگه یک زندگی نابسامان داشت و از دنیا لذتی نمی... گاهی میرفت برده کافه ها و اینا و اندکی چیز، ولی همونجور که خواهرزادش میگفت اونا تصنعی بود، یعنی اون شادخاری ها و اون خنده ها و شوخی ها و دست انداختن ها، اینا اونا همه تصنعی بود. وقتی میامد خانه دقیق منظم ساعت ها میشه از کار میکرد با یک انضباط فوق العاده، برای اینکه این همه حجمی که هدایت کار کرده، اینکه کار یک سال دو سال نیست که، یک کار عظیمی. خود ساعدی که مثلا من باهاش دوست بودم، شب و روز با هم دیگه بودیم، مثلا این روزها تمام، اولا یک کمی دیر از خواب بیدار میشد، بعد تمام روزش با آدما میگذرم. بعد آدما پدر اینه در می آوردن، یه عده سیاسی های تندرو بودن، از این پول میخواستن، نمیدونم کمک های مالی برای کارهای چریکی میخواستن. خب این یه بخش. یه مش دوستاش بودن، یه مش خانم ها بودن، یه مش هم آقایانی که میخواستن یه جور خودشون به این بچسبونن، بگم ما دوست سعادی هستیم. بنابراین وقتی این با اینا میگذاشت، من یه بار بهش گفتم آخه حیف است تو که بهترین نمایش سویس این مملکه هستی که این همه وقت تو رو میگن، تو مثلا بشیری با یه آدمی که هیچ کار هست ساعت ها میشین وقت بگذاری، این وقت تو ارزش داره، بعد صرف خلاقه بشه. گفت نه، من به کار میرسم و واقعا یه دوره به کارش میرسید و شبها کار میکرد تا صبح. و خب حالا اصلا ساری ذهن خلاق و جوشان داشت. بعضی ها ذهن خلاق دارن ولی گاهی کار میکنه گاهی کار نمیکنه، ولی یه آدمایی هستن که همیشه ذهنشان سوژه آفرینه. سایدی همینجوری که صحبت میکرد، سوژه همینجوری مثل اردشیر محسس که سوژه یا کسان دیگه پر از سوژه بودن. و اصلا حالا به هر حال ادبیات واقعا وضعیت غیر، یعنی آدم های غیر عادی تو ادبیات کار میکنن. حالا یه عده‌ای روی حساسیت خودشان به طرف هنر میرن، یه عده‌ای به خاطر ساختار مغزی خودشان میرن که اونا موفق ترن، یه عده‌ام فکر من شهرت چیز مهمی است و یه جایی پیدا کنن میرن به طرف ادبیات که اونا خود طبعا بازنده میشن. ادبیات جنون عاشقی میخواد. من اصلا از دنیای خیال در نمیام بیرون که به واقعیت بپرزم. واقعیت توی دنیای خیال من میگذره. مثلا من سالهاست، شاید نزدیک 40 ساله که توی خیال ادبیات هستم، توی فضای ادبیات و هنر هستم و به شدت محافظت میکنم که این فضا ترک بر نداره، رخنه بر نداره، یه چیزی مانعش نشه و هر کاری که میکنم که کسی نرنجونم که اون باعث چیز بشه، کدورت ذهن من بشه، که ذهن من مشغول اون قضیه بشه، با همه انقدر نرم و آرام رفتار میکنم که با همه یه فضای دوستانی داشته باشم که اونا رها کنم من به کار خودم بپرزم. حالا البته الان یک کمی کم شده این قضیه، ولی
یه واقعی با یک انضباط فوق‌العاده‌ای فقط من توی دنیای خیال، چون تو اون دنیای خیال هست که شما مرتب به فکر آفرینشگری هستید. من یکی از کارهایی که کردم سخنرانی هایی بوده که کردم و تو اون سخنرانی ها اینا رو شرح دادم که مثلا دنیای خیال و دنیای واقعیت مرزهاشون اینجور سفت سخت نیست، به هم تبدیل به همدیگه میشن. یه جایی بود به نام مرکز نوروساینس یا عصب شناسی، دکتر نجر رحیم اداره میکرد و اینا یه مش روانکا و جراحای مغز و اینا بودن و راجع مغز و اعصاب و آخرین دستاوردهای عصب شناسی و مغز شناسی صحبت می‌کردن. خیلی برای من جالب بود، من همیشه به روانکاوی اینا علاقه مندم. بسیاری از رفقای روانکاو دارم که البته اونا نتوانستن من به عنوان بیمار خودشان شکار بکنن. به هر حال تو اونجا مثلا من دو سه تا سخنرانی کردم که اون کارام حالا سیدی شده و پخش شده اینا، مثلا راجع به آفرینشگری که خلاقیت یعنی چی، در قدیم به خلاقیت چجوری نگاه میکردن، معاصرین ما چجوری نگاه کردن و به طور کلی ماها تجربه همون چیه. بعد مثلا چند تا از این عصب شناسا میمونن میگنن جایگاه خلاقیت در مغز کجاست و اون سیستمش چجوری، مکانیسمش چیه. همونجور که خدمت گفتم از تمثیل یک یعنی داستانک های جدی یا طنزآمیزی که حاوی یک پیامه، این شکل تمثیله. تمثیل دو جور به وجود میاد، یکی این که یه اتفاقی تو جامعه میفته بعد هنرمند این خلاصه میکنه و توی یه داستان کوتاهی شرح میده، یکی این که نه خود هنرمند اینه میسازه و اینقدر اینه خوب میسازه که میره تو مردم، یعنی مورد قبول مردم قرار میگیره. به هر حال تمثیل یکی از شکل‌های ادبی درخشان و تأثیرگذار روی مردم هست و روی عموم هست. از درخت آسوریک شروع میشه، یعنی تو درخت آسوریک که دوره اشکانی اینا بعد باشه و اینا، تو اونجا یه بز داره با درخت صحبت میکنه، درخت مثلا از خوبیه خوش میگه، بز هم از خوبیه خوش میگه، این یه رو مناظره است بین دوتا، در واقع یه تمثیل است. حالا تمثیلش کمی مفصله، ولی بعدها سنایی و کلی دمنه مثلا پر از این قضایی هست. مثلا کلی دمنه میگه که یه روباهی یه جای رد میشد، دید که صدای مهیبی میاد، گفت این حتما شکار خیلی خوبی باید باشه که این همه صدای بلند و جذاب داره، حیوانی سالو من برم. رفت دید که تبلی آویزان بود به درخت و این شاخه ها میخورد بهش به اثر باد و این صدا برمیخواست و این به فکر این که این شکار کنه پرید اینه و چنگ زد و اون تب پاره شد و صدا قطع شد. خب تو این قضیه میخواد بگه چه بسیار هدفهایی که ما در توهم خودمان به اونا اعتبار میبخشیم و در عمل چیز مسخره است. این تمثیل توی کلیل زمنه هست، بعد حالا تو مرزبان نامه تو کتابای دیگه همینجور ادامه داره و تو 2001 شب حتی. بعد سنایی اومد اینا رو یه شکل شعری داد و چون شعر به حافظه سپرده میشد و پخش میشد تو جامعه، ناگهان این از حالت کتابی و علمایی و یک محفلی در اومد بیرون و رفت توی مردم و اینکه اینا میشدن تو خانقاه این شعر این میگفت. یه شعر یکی از تمثیل این است که طاعون گاوی میاد، گاوا میمردن، هم سنایی گفته هم عطار گفته. بعد یکی از این دهاتی ها که دید تمام گاوا دارن میمیرن فهمید که این گاوا یه بیماری مال گاواست، گاوش فروخ یه خر خرید، بعد خرش فردا صبح مرد، ولی خیلی عصبانی شد، لاشه خر از تو طویله کشید بیرون، رو کرد به آزمان گفت آقا تو چرت خدایی هستی که خر از گاو تشخیص نمیدی؟ خب این میزان جسارت در بیان از طرف یک عارف خداشناس مؤمن یه چیز غریبی، یعنی نشان میده یه چیز دیگه هم قاطیش باید باشه. به هر حال این تمثیل حالا مقصودم از تمثیل مرده این بود که منی که امروز زندگی میکنم در این دوران، من چرا باید از یک فرمی که هزار سال روش کار شده و آدمای بزرگ تاریخ ما روش تجربه کردن، من یا نتوانم استفاده کنم
این داستانک های کوچیک فلسفی و انتقادی. خب میشه استفاده کرد دیگه، البته به شرطی آدم میدونه استفاده کنه که اونا رو همه رو خوانده باشه، بعد یه چی بتونه به اونا اضافه کنه یا در ردیف اونا یه کاری انجام بده. اینجوری نیست که بشینه و همینجوری بگه که خب اونا یه چی گفتن، حالا ما خودمان شروع میکنیم و از خودمان حرفایی در میاریم. و متاسفانه بدون آگاهی عمیق به گذشته نمیشود یک کار نوعی کرد و این محاله که با دانش مختصری که ما داریم، همه ما ها داریم، بتوانیم یک کار عمده انجام بدیم. و مگر اینکه شاگردی کرده باشیم برای یک عمر در نزد بزرگان خودمان، حالا اونا در درس هستن که دباشون هست، و تو وقتی که حلاج میبینی، مولوی میبینی، خلقانی میبینی، بایزید میبینی، همه این آدم رو میبینید، اینا هر کدام از این حرف اینا تجاربی دارن که مجموع این تجارب به تو کمک میکنه که تو به عنوان یه آدم امروزی بتوانی تمثیل مدرن برای بیان اوضاع احوال امروزی مطرح بکنی. و خب البته مثلا آدم مثل بهرام صادقی استفاده کرد این تمثیل، سایدی استفاده کرده، خود هدایت استفاده کرده و کسان دیگه، مثلا اون وقوق صاحب هدایت، خب یه جور تمثیل سازیه دیگه قضیه هاش. و به گمان من بخشی از تجارب گذشتگان ما میتوانیم نو بکنیم با یک بازاندیشی و بازنگری و متناسب با شرایط امروزی عرضه بکنیم. من تصور میکنم بدون شناخت دقیق هنر و ادب گذشته نمیتوان کار تازه کرد، یعنی در واقع اون سنت ما بوده که در زمان خودشون کار نو بوده، بعد وقتی زمان گذشته اون سنت شده و از دل این سنت یه تجدد دیگه ای مطرح شده، همینجوری مرتب مدرن از توی از درون سنت زاده میشه. من سالها پیش مقاله نوشتم، مثلا حوالی شاید 50 بوده، نوشتم که عبور مدرن بودن عبور آگاهانه از سنته، عبور باید کرد از سنت و آگاهانه عبور کرد. شما باید سنت بشناسی و ازش عبور کنید برسید به مدرن. و حافظ برای دوره خودش مدرن بوده، زاکانی مدرن بوده، بعد الان جز سنت طنز ما هستن، ده خدا حتی برای ما هنوز مدرنه و اینکه جور معاصر ما هست. بنابراین این که سنت در برابر مدرن قرار میدن یه چیزی است. البته مدرن با مدرنیته یه تفاوت عمده داره. مدرن به معنی چیز جدیده، هر کسی در دوره خودش حرفی که میزنه جدیده دیگه. آدم مهمی که میاد یه حرفی میزنه، مثلا غزل حافظ، غزل صائب، مدرنه در زمان خودش، بعد تبدیل به سنت شده. اما مدرنیته در واقع یک مجموعه ای از آگاهی های بشری هست که مبتنی بر میراث فرهنگی و تجارب دست اول بشریه. به این معنا که گالیله اومده گفته زمین مرکز کائنات نیست، خط بتان کشه بر خیلی از حرفا. فروید اومده گفته انسان یه موجودی است کمی شبیه حیوانات، اینجور هم اشرف مخلوقات نیست و هزار تا گرفتاری داره. مارکس اومده حرفای خودش زده راجع به طبقات، راجع به تاریخ این قضیه. نیچه آمده اون حرف نامربوط زده که خدا مرده است و اینا، و بعد اصلا ترکیبی از شعر و فلسفه به وجود آورده. مجموع این آدم ها به اضافه چند نفر دیگه، اینا مثلا بیکن آمده چیز کرده، از قرن 15 تا زمان ما مدرنیته از قرن 15 شروع شده، یه میانگینی از تفکر بشری و کل میراث جهانی که به یه جایی رسیده، این میانگین تو مدرنیته حرکت کرده. و مثلا در دوره قبلی، تو رژیم قبلی، مثلا ما با مدرنیته زیاد آشنا نبودیم. مدرن با مدرنیته اشتباه میکنیم، تجدد با مدرنیته اشتباه میکنیم. الان مثلا یه 15 سالی هست که مقالات
فراوان و کتابای فراوان راجع به مدرنیته نوشته شده که مدرنیته چیه، مثلا مدرنیته جایگاه انسان شرح میده، جایگاه ملت‌ها، حرکت فرهنگ‌ها، زندگی عرفی، فردیت گرایی، چیزای اینجوری کارهای اساسی که حالا مثلا انواع تبعیض‌ها، تبعیض نژادی، فرهنگی، جنسیتی، اینا همه یه جوری تو مدرنیته است و کسی که با اون با مدرنیته آشنا نباشه طبیعتاً نمیتواند برای دنیای مدرن پیام تازه‌ای بده و باید حتما بدانه، یعنی کسی که مسئله مهاجرین براش مطرح نباشه، پناهجوها، مسئله محیط زیست براش مطرح نباشه، مسئله برابری زن و مرد براش مطرح نباشه، حقوق بشر براش مطرح نباشه، همخوانی فرهنگ‌های جهان و همزیستی تمدن‌ها براش مطرح نباشه، این چی میخواد بگه برای مخاطبانی که حدوداً این چیزا رو میدونن؟ بنابراین کار هنرمند علاوه بر اینکه گذشته رو بد بشه، سنت رو بشناسه، باید زمان خودش هم بشناسه. اشراف یعنی اشراف به گذشته، مسلط بودن به زمان حاضر و نقشه داشتن برای آینده. اینا باید توی یک متفکر جمع باشه که هنرمند هم از دایره متفکرین به دور نیست. تنها کاری که بلدم نوشتن، هیچ کار دیگه از من نمیاد. نمیتوانم مدیر خوبی باشم، نمیتوانم یک مؤسسه اداره کنم. من کارم فقط خواندن و نوشتن. درسش خواندم که برم قاضی بشم، اونم اقتصاددان بشم و فلان حرفا. شاید هم اگر اینو ول کنم میتوانم اون کارو بکنم، ولی اصلا از این کار فقط خوشم میاد. خواندن و نوشتنی که از کلاس دوم ابتدایی شروع کردم، همین ادامه دادم تا حالا و جز این کار به هیچ کار دیگه نمیبازم. البته باید بگم که خانواده من بزرگترین حامی من بودن. اونها در شرایط بسیار دشوار، روزهای بیماری، روزهای جراحی، روزهای بیم مرگ، روزهایی که ماها در به در تو خانه ها متواری بودیم از ترسی که مبادا ما رو بکشن، خانواده از ما حمایت کرد. روزهای فقر، روزهایی که به هیچ وجه نمیشد ما کاری بکنیم و خانه نشینی. خب یه زنی که میاد و 40 سال تحمل میکنه شوهرش فقط بشینه پشت میز یه چیزایی بنویسه و همیشه تشویقش کنه و یه بار بهش نگه آقا خب یعنی چی این همه تو این همه نوشتی کجا رو گرفتی؟ آقا معمولا مردم بگه چه یادم بد بگیره. ما جایی نگرفتیم، برای نبود ما جایی رو بگیریم، ما عشق ما اینه بنویسیم، ولی حالا مردم نمیخوانن یا اهمیت نمیدن به من رفتی نره. من دوستم نقاشی کنم. خواهد این نقاشی شما میگه این نقاشی مزخرفه، خواهد من چیکار کنم؟ من در این حد میتوانم این کار رو بکنم. خب در بدترین شرایط هم حامی بوده، هم کمک کرده، هم مدیریت کرده، خانواده رو اداره کرده، بچه ها رو تربیت کرده. بچه ها هم در واقع همونجوری که ما آزادانه رشد کردیم، کسی ما رو زیاد تحت کنترل نداشت و هیچ وقت هم ما کنترل رو بچه ها نداشتیم. بچه ها اجازه داریم که خیلی طبیعی رشد کنن. حالا خوشبختانه آدم هایی هستن که تنها ارثی که ما براشون گذاشتیم فکر کردنه. آدم های متفکرین دائما، یا آدم های اندیشمندین، هر مسئله عقلانی نگاه میکنن، اصلا احساساتی و هیجانی این قضیه نمیشن. و خب خانم من در واقع هم نویسنده است، خودش تحصیلات دانشگاهی داره، تو رشته نمایش کار کرده، تا حدود 10 تا کتاب داره، اما سالهای سال اصلا دست به نوشتن نزد و فقط سعی کرد که من حمایت کنه و بذاره که من کار خودم انجام بدم و به من کمک کنه. چون گفت که مسئله این نیست که ما با هم زن و شوهر هستیم، مسئله اینه که تو یه کار فرهنگی میکنی برای مردم، من میخوام در این جریان فرهنگی سهیم باشم، سهمی هم نمیخوام بابت این قضیه که حالا چون اگه تو مشهور شدی من مشهور شدم. نه، ما بایستی برای فرهنگ کشورمان کار کنیم. چون تو کار میکنی و من میدونم که از این کار سودی هم، سود زیانی هم اصلا برات مطرح نیست، و ببین من زندگی خودم وقف این کار کردم. بعد خب چون از آغاز اهل شعر بوده و اهل ادبیات بوده، خوش شد و نقاشی اینا توجه داشت، اگر اون حمایت نبود شاید اون دنیای خیالی که من همیشه به عنوان یک گلخانه
برای خودم درست کردم و توش هستم، در نمیام بیرون. اون گلخانه شیشه هاش میشکست و مشکلات پیدا میشه، کما که برای بسیاری از دوستای ما زن اون نویسنده گفت که تو برای چی نمیری کار کنی رمان نویسی این چی؟ مثلا مسافر کشی میکرد. خانواده خیلی اهمیت داره که برای هنرمند بتوانه کمک کنه. البته خب این یه طرف هست متاسفانه، یعنی اونها تمام وقت خودشانه، تمام انرژی خودشانه صرف میکنن که مثلا این نویسنده و شاعر کار خودش رو بکنه، ولی هیچ سهمی هم نمیبرن. من توی یکی از رمان‌ها که عبید باز میگردد، اینه در واقع این انتقاد به خودی کردم که عبید بر میگرده از تبعید، میاد به شهر خودش و زن بچهش میان اونجا. برخلاف خانواده من، زنش میگه که تو رفتی و درگیر شدی با قدرت حاکم زمان خودت و الان آدم مشهوری شدی، ولی ما در فقر بودیم و در بیپناهی بودیم، سهم ما چی میشه؟ این یه سوال مهمه و اگر تو انصاف داشته باشی به عنوان هنرمند، باید مدیون اون حمایت ها و اون همدلی ها باشی، چون بدون اون همدلی میشد من نیمی از این کارا رو بکنم، ولی نمیتونستم کل این کارا رو بکنم، چون منم آدم سرسختی هستم و در واقع خیلی با انضباط هستم. اما وقتی که توی خانواده نابسامان آدم باشه، البته میگم حق اونا هست که بگن یعنی چی؟ و یه میدردم 40 سال بشینه یه چی بنویسه دیش درمانی نداشته باشه، یه چندرغازه اینم حقوق ادایی داشته باشه. ولی خب هیچ وقت این گفته نشده من، و بعد همیشه برعکس گفتن که تو باید این کار بکنی و هر موقعی که من در مثلا دیگه در منتهای فشار بودم، همون موقع خانواده اومده گفته که حمایت فوق‌العاده کرده و گفته که مبادا خودت ببازی، یا عکسش هم اینجوری بوده، مثلا رئیس جمهور میگه بیا با ما افطاری بخور، مثلا من میگه مبادا بری، یا میگم من نمیرم، میگه اگر هم میخواستی بری من نمیرشتم. من اولین حرفی که میدم برم بزنیم اینه که من آدم سیاسی نیستم اصلا، بنابراین به جریانات سیاسی آگاه هستم، ولی اصلا برام مهم نیست. اون چی که مهم نمی کنه نه فقط سیاست بلکه امور دنیاویره، دو تا عامله. یکی عرفانه که من در جوانی باهاش آشنا شدم و هنوزم ادامه میدم شناختشه بدونی که عارف باشم، بلکه اصول نظری عرفان. و تو عرفان با آدم میگه که به قول صاحب میگه هر نقش نیک و بد که در آینه دیده ایم، صاحب ز لوح خاطر روشن سترده ایم. میگه اصلا شما میگید این نقش خوبه این نقش بده، من میگم اصلا نقش خوب و بد مهم نیست. حافظ میگه که حافظم نقش نیک و بد میگه که به جا نمیمانه، میگه مهم آدم نام نیک داشته باشه، ولی نام نیک هم نداشته باشه اصلا اهمیت نداره. وقتی مرد دیگه تمام قضیه، حالا یه مدتی یه چیزی براش میگن بعد تمام میشه میره. بنابراین عرفان خیلی به آدم کمک میکنه که آدم در واقع فریب عنوانها رو نخوره. مثلا در مورد شهرت خب خیلی خطرناکیه برای یه آدم. من تو روزنامه بودم یه مدتی که تو روزنامه کار کردم، تقریبا مشهور شدم، که هر روز عکسم تو یه صفحه که داشتم چاپ میشد، مقالات منو میخواندن، حالا بعضی مقالات شیرین بود بیشتر میخواندن و مثلا 40-50 نفر میشناختن. خب یه شهرت خوبیه دیگه برای یه جوان مثلا 30 ساله. بعد من متوجه شدم چقدر احمقانه است این قضیه. مهمی نیست که آدم مشهور باشه، مهم اینه که آدم دوست داشته باشن. اونا وقتی دارد خیلی کمی هستن و در دراز مدت اتفاق بوده که آدم محبوب باشه به جای مشهور. خب اسقر قاتل هم مشهوره، دوست داشتن مردم، اونم دوست داشتن این که این آدم در اندازه خودش دوست داشته، نه اینکه حالا قلوف کنن. حالا مثلا بسیار ستاره‌های سینما مردم حتی محبوب هم هستن، اما فرق میکنه که حالا مثلا چجوری به فرهادی نگاه کنن تا مثلا به آقای فخیم زاده نگاه کنن. این دو نوع محبوبیت متفاوته.
یکیش با یک آگاهی عجیب غریب تو همه، یکی با مهارت‌های فنی. به هر حال یکی عرفان در من یک نوع تواضع به وجود آورد که وظیفه ماست که متواضع باشیم، برای اینکه هیچی نیستیم در این جهان و این جهان در منظومه هیچی نیست. بنابراین اصلا این نوع حرفا همش خیالاته. دومین نکته این هست که خواندن فلسفه و درک مسائل فلسفی از طریق رمان‌های اندیشگی یه جوری ما را آرام کرد و نوع زندگی که داشتیم که با نوع قناعت همراه بوده اون به اون فروتنی اولیه افزود. و مثلا من هیچ وقت دنبال سیاست نرفتم، دنبال تو فعالیت سیاسی شرکت کردم، مثلا امضا میکرد علیه سانسور، خب من جز اول امضا کنندگان بودم، یا مثلا اوایل انقلاب، قبل از انقلاب بسیار از بیانیه‌های سیاسی رو امضا کردیم علیه سانسور، علیه نمیدونم استبداد فلان حرفا، ولی نه عضو حزبی شدم نه گرایش حزبی داشتم که به طور سازمانی کار بکنم. خب الگوهایی که داشتم مثل هدایت اینا، چون اونا این کار نکرده بودن ما از اون یاد گرفته بودیم، نه اینکه حالا ابداع خودمان باشه. به مسائل فرهنگی حساسیت دارم، به مردم و کشور ایران هم حساس دارم، اینا برای من مهم هستن. و کسانی که به مردم ایران و کشور ایران و فرهنگ ایران توهین کنن، من یه جوری با اونا به قول لاتا زاویه پیدا میکنم و در غیر این صورت با همه آدم ها یه جوری در یک اعتدال روحی به سر میبرم. خیلی برام یعنی اینا برام یه جور اهمیت خاصی دارن، مخصوصا فرهنگ مردم ایران مثلا اساس علاقه منه. من به مخاطب فکر نمی کنم. من هر موقع که یک اثری می نویسم به یک موجودی فکر می کنم که بسیار بالاتر از من، یعنی حد نهایی ذهن منه که بسیار سختگیره و بسیار بیشتر از من میدانه. من در حضور اون که داناتر، آگاهتر، دقیقتر هست می نویسم و دلم میخواد که یک کاری بنویسم که اون مخاطب فرضی که منتهای ذهن هر کسی هست اون راضی باشه. و گاهی راضی میشم از کاری که در حضور اون آدم کردم، گاهی هم میبینم نه ایراد داره، نقص داره. بارها کارم دستکاری میکنم تا بهتر بشه، تا جایی که نتوانم دیگه دستکاری بکنم. مخاطب من در واقع منتهای ظرفیت ذهنی خود من. بعد اگر تو بتوانی خودت راضی کنی که کار درسته، صادقانه و صمیمی و است و با تمام جان و دل این کار کردی، مخاطب پیدا میشه. مخاطب خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. هر چقدر مخاطب آدم بیشتر باشه بهتره، اما ما دنبال صدیقه مخاطب نمیریم، بلکه دنبال بالاترین صدیقه فرهنگی میریم. من دوست دارم که خب کار من بهمن مؤسس میخونه بگه باریکلا، داروش شایگان میخونه بگه چقدر قشنگ، چقدر ابداعی. یعنی گاهی اون منتهای ذهنی آدم چیزای بیرونی هم داره، الگوهای بیرونی هم داره. مثلا یه مدتی من شعر میگفتم، میگم اگه مثلا شابلو این شعر بخونه چی میگه، میگه مجابی این مزخرف ها چی گفتی مثلا. خب میدونستم که مزخرف هست اصلا، برای اینکه هنوز این اون جای خودش پیدا نکرده بود. از نقدهای مثبت نمیشه گفت که خوشحال نمیشم، این خیلی اداست. آدم خوشحال میشه ازش تعریف کنم، خب کی خوشحال نمیشه. اما تعریف با تحلیل متفاوته. من دوست دارم که کارهای من بیشتر تحلیل بشه و واکاوی بشه، شکافته بشه و اون اصل مطلب طوری مطلب بشه که من خودم هم یه چی یاد بگیرم. مثلا میگه این رمان تو که تو فکر میکنی راجع به جسمانیته،
مثلا این اصلا رابطه جسمانیت نیست، این جهان ماورایی رو مثلا شرح میده. آدم میگه من اصلا به خودم فکر نکردم و چقدر جالبه. نقد های مساعد مثلا توی بسیار از نقد هایی که برای من نوشتن، من تو چند تا از این نقد ها مثلا خوشم اومده، خب خوشحال شدم که و تشکرم کردم از اون شخص. این اواخر یه آدمی مثلا در که اصلا من نمیشناختم تو عراق مثلا برشبود یه نقد راجبه شعره من نوشته، فوق‌العاده دقیق، قشنگ، آکادمیک و روشمند. مثلا من حیرت کردم چجوری بود که یه آدمی هیچ وقت من ندیده، هیچ چیز مثلا خبر نبازی آدم این همه دقیق و با علاقه و با دقت هزار صفحه شعر خوانده و اینجور مسلط توانسته چیز کنه. خیلی هم تعریف کرده و خب خوشحال شدم. نقد های منفی من خیلی کم داشتم. حالا یا اونا مراعات میکنن، نقد منفی نمی نویسن، یا حالا هرچی هست، ولی کلن آدم وابسته به نقد نباشه راحت تره. میدونم داستایفسکی یا یک کسی دیگه است میگه که منتقدین قابل مقایسه با مؤلفان نیستن، برای اینکه ما ندیدیم مجسمه هیچ منتقدی تو میدان ها بزن، ولی مجسمه نویسندگان شعرها رو میزن.